با سلام و درود خدمت تمام بینندگان گرامی، امیدوارم در هر نقطه دنیا که هستید خوش و خرم بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من زکی حسنی هستم، مسئول خانه کتاب جاغری، و امروز اینجا در کنارم استاد عبدالحمید شریفی قرار دارد، یک از مراجعین خانه کتاب جاغری که از نقاط بسیار دوردست و ایجا تشریف میارند و کتاب عرض میکنند. استاد سلام. سلام بر شما. استاد در نخست خود را معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسم عبدالحمید و تخلص شریفی، و از نظر قومی و منطقوی ما از مردمی پشی و از پایزلگی پشی و مقیم شب بخیر. خدمت ارشونه که البته من در یک خانواده غریب متدین و بیسواد متولد شدم، و خدمت ارشونم که خب نام ما عبدالحمید شریفی، وظیفه ما فعلا به حیث ملا امام قریه دشت آبخو و در عین حال در شورای علمای جاغوریک ریاست چی به دست حجت الاسلام آقای احمد علی صابری و معاونتشم آقای فصیح زاده، من در اونجا عضویت دارم رسمیت، و همچنین از جمله همکارای یا بگیم که درس مگیم در مکتب خصوصی متوسطه کوشا. تشکر. استاد شما با خانه کتاب جاغری چگونه آشنا شدید و چند سال می شود که شما اینجا عضو هستید؟ من خدمت عرض کنم که شاید در سال 95 بود یا 94 بود، من از این خانه کتاب جاغری اطلاع نداشتم، سفر داشتم در بازار انگوری و قل، ولی اتفاقا مادم خانه کتاب جاغری آمد. بعد از اینکه مادم همی برنامه زی برنامه کاریشی همی وضعیت خود حتی خانه کتاب جاغری، وضعیت برخورد استادا و مدیران و مسئولین چی مرا بسیار وادار کرد که باید ما به اینجا عضویت پیدا کنیم. البته وضعیت یک مقدار ظاهرا از بین رفت، چون رسیدگی نمیدونستم، گرفتاری داشتم در یک مکتب که بشم خدمت بازه عرض بونم، ولی امسال دوباره باز بسیار کار را از اینکه خوش ممد ای رای دور با این مساریف چیز ما دوباره خوش ممدی را درسته دنبال کدیم. تا هنوز شما چقدر استفاده بردید از خانه کتاب جاغری و بیشترین کتاب هایی که شما از اینجا بردید در چی بخش ها بوده؟ البته در بخش تاریخ، چنانچه ما قدسادم قبلا عرض کردم که ما اگرچن رشته از ما علوم دینیه، یک به اصطلاح یک آخونم، در عین حال 17 سال 18 سال میشه که ما در قسمت مکتب معارف هم کار کنیم که مسئول ازید، اگر بگیم یک مکتب ما بنیانگذار شده، ولی ما زیادتر علاقه دارم به تاریخ هزارجات، تاریخ افغانستان و مظلومیت هزارجات، خصوصا مردم جاغری و مالستان که بشیم جز جاغری. شما قبلا هم گفتن که در اکثرت نقاط جاغری و جاهای دیگه کتابخانه های وجود داشتن و شما از اونجا بازدید کردید، و وضعیت کتابخانه موجود در جاغری بخصوص کتابخانه مرکز و بیشتر جاهای دیگه که شما از اونجا دیدن کردید چطور است؟ خدمت عرض کنم که کتابخانه مرکز از این که آیت الله افتخاری خودش هم فرموده که ما یک سفر پیاده از هزارجات در دوره انقلاب آمدیم، و چیز کمبوتاتی که ما در هزارجات دیدیم بود که مطالعه و کتابخانه نبود، و این کار سبب شد که ما دست به کار شدیم و کتابخانه عمومی در جاغری ساختیم که واقعا هم کتابخانه بسیار خوبه. منتها در زمان آقای میرزایی و در زمانی که خود آقای افتخاری تشریف می آورد وضعیت کتابخانه خوب بود، یک مسئول مشخص داشت. بله. ولی برای فعلا نمی کتابخانه عمومی جاغری صاحب محترم اونقدر که توقع مرا نیه.
ولی که یک مسئولی مشخص نداره، گاهی کلید دست یک از طلبه یا گاهی به دست یک طلبه دیگه یا بعضاش با مراجعین طور برخورد منه که مراجعین دل سرد منه و فقط همون شاگردایی که یک مشکلات در امتحانات در اونج مراجعه منه، کتابای دینی کتابای تاریخی زیاد مطالعه نمیشه و یک از مشکلات ها هم که ببار آورده به نظر من این مسئله کتاب که در گوشی و موبایل ای کارم سبب شده که موبایل اونجی به صورت خیلی منظمی و خیلی استفاده برده نمیشه. درست. بصورت کل شوق و اشتیاق مطالعه میان افراد جامعه از نظر شما چطور است؟ ولی خیلی شوق نیه، چون امو جوانایی امو رفقای حتی علمایی که ما با اونا آشنایید و اونا که ما تشویق مونم شما مسئله تاریخ مسئله دینی را، چون امروز از این که آزادی غربم در افغانستان است و عقایدم در انحراف کشان داشته، ولی فرهنگ مطالعه خیلی کم خصوصا در مرکز کم، گرچه کتابخانه بابرم ما سر زدیم دیدم، ولی او تا جای بد نیه، یک مسابقه کتابخانیه که هم کار خوبه، بعضی وقتا دیگه کتابخانه غجور مراجعینش خبر ندم، ولی از نظر کم و کیف کتاب خوب بود. مدرسه آقای سعید بسیرک مدرسه فعالا فعلا در مرکز خوبترین مدرسه، مدرسه غجور که مدرسه آقای سعیدی. بله. و شما مدت چند سال میشه که در اینجا مراجعه میدید و از اینجا کتاب میبرید، حالا به نظر شما محیط خود خانه کتاب جاغوری از نظر شما چطور است؟ خانه کتاب جاغوری چون این ناوه بسیار جمعیت بزرگ داره و اینجا مرکز علم و دانش از اولی که در جاغوری مرکز علم و دانش بوده دمی ناوه بوده. بله. یعنی در دوره امیر شیرعلی خان یا بگیم سردار شیرعلی خان جاغوری آخون کلبرزا از امین آوه بوده، یعنی از امین انگوری بوده. بعد هم مثلا کربلای محمد حسن هم از امین آوه بوده. مثلا اولین مدرسه ای که یعنی مدرساز بوده مرحوم آیت الله بگیم شیخ قربان علی وحیدی استاد وحیدی خداش رحمت کنه که از امین شروع شده، استادای خوب بوده که مدرسه هم تانوز هم ادامه داره. و از این جهت دیگه البته ایره ما که امروز نینی که ما در خانه کتاب جاغوری شده باشیم در حضور شما، ولی واقعا چنه که اصل فرهنگ علمی از امزی ناوی اتقل انگوری شده شده. بنابراین کتاب یک موقعیتی از این جهت چی موقعیتی خوبی داره، ولی از مرکز اگر چند دور خوب مرکز ولی سنگ ما شهر تا این کتابخانه امتیاز این خانه کتاب امتیاز خاصی داره و امتیازیه که مثلا عضویت شامل میشه و کتابایی که برده میشه از این مطالعه منه این کتابا را باید نتیجه گیری کنه، خلاصه نویسی کنه، اینا سبب میشه که از کتاب آدم یک چیزی بهره ببره دیگه. خیلی کتابخانه است فقط به عنوان سرگرمی، به عنوان یک ظاهرا که مشکلاتی یک لغت به نظرش باشه دیگه قدر اثر نداره. بنابراین امتیاز خاص داره هم از نظر جایگاه هم از نظر موقعیت هم از نظر کیفیت کاری دیگه. یک از اساتید که از علمای جاغوری بود میگفت در امارات کیفیت و تنظیم شر داره، از نظر کیفیت و تنظیم خوبه و ما هم از این بهره بردم عرض کردم که درباره تاریخ مطالعه کردم و استفاده خوبی برد. و در اخیر پیام شما برای تمام بینندگان که ویدیو رو می‌بینند چیست؟ هر سنم خدمت شما، ما اول خوشحالم موفق شدم که خدمت شما مدیرا و مسئولین هم همه شما رو من زیارت کردم و هم همه شما رو خصوصا امروز برای ما یک خاطرات بسیار خوشه که در هیچ کتابخانه رقم مصاحبه نشده و ما پیامی از من خدمت مسئولین و مدیران و مدیر این خانه کتاب جاغوری اینه که من کوچکتر از اینم که پیام داشته باشم، چون همه کارا تنظیم شده، همه کارا منظمه، کارا بسیار خوب و اساسی، ولی پیام ما اینه که عرض کدوم که عقاید بسیار مقدار چیشده، چون عقاید انحرافی است و یک ده جوانای همه هست هم از ذکر اوناس که نه مثلا در کدام مکتب انحرافیه
نه عقیده به اسلام داره دیگه، همینطور فقط یک زندگی خوش بگذاره. ما یکی از عرض ما خدمت شما و خدمت مسئولین این خانه کتاب جاوریه که تلاش کنیم که مردم کتابای دینی را هم مطالعه کنه در کنار دیگر کتابها، در مسائل اعتقادی، در مسائل چیز اینا دیگه، از کیفیت کاریش که انشاءالله بسیار خوبه. و عرض دیگر هم یه که ایرم وقت چون نگیریم، در زندگی نامه استاد مدرس افغانی، بله، است که استاد مدرس افغانی بسیار مشکلات ها رو که او ترکده هیچ کس در نکده، یک زمان همی رفقای ازی، همی همدرسای ازی در نجف اشرف متوجه میشم ایه در وطاق ازی که یک فرش بسیار فرسوده کهنه تکه و پاره که دیگه نه لحاف خواب داره نه دیگه چیزی داره، فقط بلیزی میشه و همینجا میخوابه، از بس که اینها دلش میسوزه یک نامه نوشتن، یک مقدار پیسره پنهان ازی در زیر ازی مو فرش ازی مگذاره و یک نامه رو نوشتم اینه که شیر در نیستان زندگی منه، اگرشن زندگی شما فعلا فلاکت باره، ولی آخرشم نتیجه داد که علامه مدرس افغانی یک شخص بود که نه تنها در افغانستان، در جهان مطرح بود، در اسلام مطرح بود، حتی علمای سنی از جامعه الازهر میمد از استفاده میکرد، از کتابهاش استفاده میکرد. و پیام ما با شما بزرگان و با مسئولین این خانه کتاب جاوریه که هرچی مشکلات اقتصادی باید، هرچی مشکلات باید، انشاءالله مقاومت بخرجید. دیگه عرض ندارم و السلام علیکم و رحمت الله. خوشحال شدم که شما.